این جناب آلیستر کراولی، این جنی که برایش ظاهر شد و این کتاب رو برایش دیکته کرد، خودش میگه اسمش گذاشته آیواس. میگه بر من خودش رو آیواس معرفی کرد، میگه ابلیس این رو فرستاد بر من وحی کرد، من این رو 8 و 9 و 10 آوریل چیکار کردم؟ نوشتم. 1907 سال پیش. این جناب آلیستر کراولی فردی بسیار عجیب و تاثیرگذار در تاریخ جهانه. این آدم یه چیزای عجیب غریب گفته. ببین چی میگه. میگه بنده جن ببلن، زن سرخپوش یا لیدی ان رد که از رازهای فراماسونری است، زن سرخپوش را به همراه نطفه خودم در رحم ده ها زن شراکت دادم. ای 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 و شارک هم فی الاموال و الاولاد، مشارکت کن. کسانی که از این طریق زاده بشوند، متوجه شد در مقابل ذریه حلال داره این طرف ذریه حرام شکل میگیره، کسانی که از این طریق زاده شوند استاد معبد خواهند شد. کسی تو سیستم OTO و ایلومیناتی به قدرت میرسه که حتما باید جن ببلن شراکت داده شده باشه در نطفش، یعنی حرام زاده باشه. آلیستر کراولی بلند میشه میره مصر به همراه همسر خودش. ببین لوح افشا که به آن لوح 666 نیز میگویند به وسیله آلیستر کراولی و همسرش روز در موزه بولک در 18 مارس 1904 قاهره پیدا شد. روز 2 روز قبل از آن پیغام آنان منتظر تو هستند را دریافت میکرد. شب تو خواب یک جنی میومد سراغش با سر عقاب، سر قوش مانند. خدای هروس باری کلا به شما، شاهین هروس، اون که جام جهانی رو توپ خورده بود کلش، میومد بهش میگفت آنان منتظر تو هستند. ادعا میکرد این پیغام از هروس است. وقتی آلیستر او را به موزه برد تا گوینده پیغام را به او نشان داد، زنش اطلاعی نداشت. گفت به من بگو ببینم کدوم یکی از این مجسمه ها بود، کدوم یکی از این تندیس هایی که پیدا شده بود. رسید به این ایستاد، لوح افشا. تا رسید به این صبر کرد. چیزی که کراولی را تکان داد این بود که او آن بدون شک نشان دهنده هروس بود و شماره تابلوی نمایشگاه بالای آن 666 بود، شماره‌ای که او خود را قویاً با آن می‌شناخت. کشف لوح افشا قدم مهمی در وقایعی بود که منجر به نوشتن کتاب قانون یا شریعت شد. 40 روز گفت اونا منتظر تو هستن. رفت تو هرم خوپوس. الان تو رو میذارن شب بری تو موزه بمونی؟ نه، ایشون با خاندان سلطنتی در ارتباط بود، اجازه دادن بره تو هرم خوپوس کنار قبر این گربه‌گوری فرعون بشینه، مدیتیشن انجام بده در زیر مهمترین هرم. هرم خوپوس در اهرام ثلاثه جیزا یا گیزا، 3 تا هرمن، اون وسطی بزرگتر دیده میشون هرم خوپوسه. رفت اونجا مدیتیشن انجام داد. چجوری؟ داخل هرم خودشو شبیه به هرم کرد، 4 زانو نشست، دستا رو گذاشت سر زانو. ببین بدن عین هرم، در معماری میگن شکل خود متشابه صورت گرفته. این مدیتیشن انجام داد، برای اینکه خوب شبیه هرم بشه کلاهش هم چیکار کرد؟ هرمی گذاشت. آقا جنی بر او ظاهر شد و گفت بنویس. عکس جن رو اول کشیده خودش، میگه آبی رنگ بود اما چون با زغال کشیده سیاه کشیدنش. آیواس همان کاراکتری است که توی انیمیشن جدیده اسمش یادم رفته، باریکشالله دارن جا میندازن. خدمت شما عرض بکنم، موجودات فضایی آیواس، کله گنده، پوزه کوچیک، همین ایشون تشریف دارن. اگر بدانی چی داخل این نوشته شده کپ میکنی. برات بعضیاشو میخونم کف، بقیهش محول میکنم به خودت. ای پیامبر، کی داره میگه؟ ابلیس. به کی میگه؟ به آلیستر کراولی. جبرئیل کیه؟ این مردی که تا میتوانی برایم خون بریز. من خون میخواهم، خون کودک، نخست خون کودک. کودک چه ویژگی داره؟ معصومه. 2 خون اهل بهشت، 3 خون دشمنان من، و در نهایت خون کاهن. خون خود کاهن، نه که خودش گردنشو بزنه، یه تیکه بازوشو یه لیس میزنه تمامش رو. میگه تمام شریعت اینه، جز این نیست. ببین چنان کن آنچه خواهی، کل شریعت بود هرچی عشق تو انجام بده، محدودیتی وجود نداره. کی گفته گوشت خوک نباید بخوری؟ بخور. کی گفته عرق نباید بخوری؟ بخور. من ابلیس تو این دینی که دارم تو هر کاری دلت بخواد میتونه بکنی.
1904 سال پیش. بعد شما میگه 1966 چجوری این آنتوان لاوین حرف زد که هر کار عشقت انجام بده؟ بابا کپی زد 60 سال قبل اون گفته بود این ملو. آیه 13 شو نگاه کن. من فراتر از شمایم، سبحان ربی الاعلا و بحمده. قرآن رو بدل زده، فلان فلان شده. آیات شیطانی اینه. جالب بدونید این تبدیل شد به مانیفست غرب، همین 30 صفحه کتاب. من بالاتر از شما و من درون شما هستم. نحن اقرب الیه من حبل الورید. خدا گفت من از رگ گردن به شما نزدیکترم. دونه دونه آیه قرآن این بدل زده. حجابی است قابل توجه شما. ال آن حجاب سیاه است. به خدا قسم اینه، این حجاب زن با حیاست. این حجاب غم و پارچه و تابوت مرگ است. ای پیامبر بدان این حجاب از من نیست. آن را بکسل. گناهانت را در کلمات عفیف مپوشان. این یه تابلو گناه کن، قایمشون نکن. این گناهان لوازم منند، باید این کارا رو انجام. تو به درستی عمل کن، من در این دنیا و آن دنیا پاداشت خواهم داد. دست شما. احشام را قربانی کن. ازش میپرسه گوسفندم اینا را میتونیم قربانی کنیم؟ میگه احشام را قربانی کن، کوچک و بزرگ فرقی نمی کند، البته پس از یک بچه. میگه اول بچه برای من قرب. باورتو میشه این آدم که اگر شما بدونی کی تو اوتی او عضو بوده مختون سوت میکشه. اما در مورد لیدین رد بعد یه توضیحاتی خدمت شما بدم. آلیستر کرولی میگه شما اینی، این پایینیه، آدم ها انسان ها اینه. این لیدی این رد که زن سرخپوش، قرمز نماد چیه؟ شهوت. میگه زن سرخپوش یا زن مخملی یا اسکارلت وومن یا زن فاحشه بر تو سوار است. اسم این زن ببلنه. ببلن الهه شهوت و فحشا یا جن شهوت و فحشا در بابل بوده. میگه به هر سو تو را میراند برو. متوجه شدید؟ اگر نروی افسارش تو را خواهد آزرد. ببین به تو میگه سمت راست برو، نری میکشه. به کجا میری؟ به سمت چپ. میگه راست برو، بخوای به سمت چپ بری میکشدت. میگه اینوری برو. میگه هر چی به تو دستور میده انجام بده، اگر انجام ندی بخوای انقلت بدی، انقلت بیاری، افسارش تو رو چیکار میکنه؟ اذیت میکنه. ما زمانی که داشتیم اوتیو رو بررسی میکنیم به یه اسمی رسید میخکوب موندیم، جناب آقای زیگموند فروید. آقای فروید چه نظریه داد؟ میل جنسی به تو هر دستوری میده انجام بده، تمام عقده های روانی حاصل واپس زدگی های میل جنسی است.